نماینده ویژه سابق بریتانیا میگوید کشورش به تعهدات خود در قبال افغانها عمل نکرده است. ازبکستان بر رغم روابط با طالبان حکومت این گروه را به رسمیت نمیشناسد. و در پایان نامه سرگشاده فرهاد دریا به غنی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یک ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب کنید. ازبکستان بر رغم روابط با طالبان حکومت این گروه را به رسمیت نمیشناسد. ازبکستان میگوید که در ارتباط با مسئله مختلف با طالبان تعامل دارد، ولی حکومت این گروه را تا زمان شکلگیری اجماع جهانی به رسمیت نمیشناسد. عصمت الله ارگاشوف نماینده ویژه جمهور ازبکستان برای افغانستان به صدای آمریکا گفت که کشورش گزینه جز تعامل با طالبان ندارد. ایرگاشوف در این مصاحبه گفت که ازبکستان طالبان را واقعیت میداند که باید پذیرفته شود. او افزود تصور کنید چه اتفاقی میافتد اگر با طالبان تعامل نکنیم، که میتواند منجر به درگیری بیشتر، جنگ داخلی دیگر، خون بیشتر، فقر، رنج، تهدید برای همسایگان و جامعه بین المللی شود. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان میگوید که دولت این کشور با طالبان همکاری نزدیک دارد و مدت هاست که تماس های با این گروه برقرار کرده است. ایرگاشو گفت طالبان نمیخواهند منزوی شوند، آنها خواهان به رسمیت شناختن بین المللی هستند. او افزود که تاشکند طالبان را تنها در هماهنگی با دیگر دولت ها به رسمیت خواهد شناخت. در همین حال نام فرهاد دریا به دکتر غنی. جناب آقای غنی، پیام ایدی شما را شنیدم، اما متاسفانه آنچه را من و میلیون ها هموطن منتظر شنیدنش بودیم از شما نشنیدیم. مردم میخواهند بدانند کدام دست ها با کدام قیمت ها و با کدامین جرم و گناه یک شبه هماهنگی و همه چیز را فروختند. نظر به موقف و مسئولیتی که داشتید، پاسخ به این پرسش ها تنها باید نزد شما باشد. مصلحت اندیشی و خاموشی بیشتر شما ممکن است احتمال این باور که خودتان از مهره های مرکزی این توطئه بودید را چاقتر و قویتر می کند. جناب غنی، من هم مانند صدها هزار شهروند دیگر در نخستین روزهای حکومتداریتان به خاطر به پیشینه اکادمیک و به احترام چند کتابی که در زندگی خوانده و حتی نوشته اید و به دهها دلیل دیگر شما را انسان صادق و دوستدار افغانستان فکر می کردیم، اما پس از تماشای کارکردهای نادرست و پر از تعصب اکثریت اعضای رهبری جمهوریت به یک مخالف و منتقد جدی حکومتتان مبدل شدم و این مخالفت با فرار غیر مسئولانه رهبری شدت بیشتری یافت. امروز یک ملت بر شما سخت خشمگین است. شاید بتوانید با افشای حقایق ناگفته تا حد نارضایتی یک ملت را کمتر کنید. وقتی در پیام ایدیتان اعتراف کردید که انحصار قدرت اوضاع افغانستان را وخیمتر می سازد، با خود گفتم ایشان درسی را تکرار می کند خو خودش در زمان حکومت خود آن را از یاد برده بود و با خیال راحت گذاشت تا افغانستان تا گلو در لجن امروزی فرو رود. این نام از صدای سربازی است که از وطن، از خاک، از جمهوریت و از محل اقامت شما در ارک به بهای خون و جان شیرین خود دفاع کرد، اما پس از فرار شما امروز با مرگ و شکنجه دست پنجه نرم می کند. این نامه صدای دخترانی است که شما آنها را آینده افغانستان خطاب می کردید، اما گذاشتید آینده آنها زیر شلاق و دره یک جماعت ظلم و جاهل نابود شود. این نام از صدای هنرمندانی است که سالها برای حمایت از ارزش‌های جمهوری و رسیدن به یک وطن آزاد و آباد و خالی از بی‌عدالتی و تعصب سرودند و به دانش و عقل و خرد شما اعتماد کردند، اما شما گذاشتید گلویشان را به جرم عشق و مزبداندیشی با تفنگ و خنجر تحریم پاره کند و شما از دور تماشا کردید. و در پایان نماینده ویژه سابق بریتانیا میگوید کشورش به تعهدات خود در قبال افغانها عمل نکرده است. یک جنرال بریتانیایی قبلا در افغانستان خدمت کرده میگوید پس از تنها رها کردن افغانهای همکار ناتو در این کشور، دولت بریتانیا باید عمیقا شرمنده باشد. جنرال سرجان
مکول گفت که بریتانیا با تعهدات خود در قبال همکاران افغان هایی که تحت تهدید طالبان قرار دارند عمل نمی کند. سرویس جهانی بی بی سی به نقل از این فرمانده سابق ارتش بریتانیا گفت که صدها نفر که واجه شرایط آمدن به بریتانیا بودند هنوز در افغانستان به گونه مخفی زندگی می کنند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر الان نگهدار کامگار سرفراز باشید.